کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اقدامات بحرین علیه فعالان و زندانیان بحرینی انتقاد کرد مارتا هورتادو سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر ناخشنودی این کمیساریا را نسبت به استفاده غیر موجه از زور توسط نیروهای پلیس برای لغو اعتصاب مسالمت در زندان در زندان برای ببخشید برای لغو اعتصاب مسالمت در زندان جوی بحرین ابراز کرد کمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد که طبق روایت شاهدان عینی نیروهای ویژه پلیس بحرین اقدام به شلیک بمب‌های صوتی کرده و زندانیان را از ناحیه سر مورد زد و شتم قرار دادند که منجر به جراحت جدی بسیاری از آنها شده است این بیانیه میافزاید که طبق اطلاعات موثق مقامات بحرینی 33 اعتصاب کننده را به ساختمانی دیگر از این زندان منتقل کردند و ارتباط آنها را با دنیای خارجی قطع کردند. به گفته این کمیساریا این زندانیان در اقدامی که ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی است قادر به ارتباط به خانواده های و خود نیستند. طبق اسناد و اطلاعات کمیساریای عالی حقوق بشر زندانیان بحرینی به شرایط بازداشت خود به ویژه عدم برخورداری از درمان پزشکی اعتراض داشتند. گسترش شیوع کرونا در زندان های بحرین اعتراضاتی را در سراسر سر این کشور به همراه داشته است که مقامات بحرینی دهها ها را در این زمینه بازداشت کردند.